استاد محترم عزیز دیگه ما از طریق فیسبوک بازم سوال کردن که خریدن خانه در خارج با سود بانکی جایز است یا خیر؟ اگر نیست چرا؟ بعضی علما جایز میدانن که اکثرا با این مسئله مواجه هستن در خارج از کشور. پاسخ زیر از شما میشنویم. خب یک مسئله را خدمتتان عرض بکنم. خرید و فروشی که به اصطلاح از طریق بانک ها صورت میگیره این یک مسائل خیلی مغلق و پیچیده هست. با یک مطالعه بسیار دقیق، من یک مثال بسیار کوچکی همه در ای گرفتار است خدمت شما عرض میکنم. از ما سوال میشه که بانک برای ما یک برای نسبت پیشبردی کاروبار و امرار معاش یک بوته را میخره. زمانی که یک بوته برای ما میخره شما چرا اسلام را منع میکنین ازی؟ چرا میگین نخر؟ ولی در حالی که در نفس خریدن ازی، در نفس این معامله کدام حرج و گناه و عدم جوازی نیست، بلکه آره ببینین مشکل در کجاست. این مشروط به این شرط میخره که با قسط میخره. خرید و فروش با قسط درست است. بیع نسیه هم داریم، بیع نقد هم داریم. بیع نقد ما با اصطلاح 1000 دلار، نسیه میخری 1100 دلار، 1200 دلار. این هم در شریعت جایز است، ثابت است، مدت مشخص باشه، با گذشت مدت اگر پرداختت انتان جریمه نداشته باشه. جایی که خرابی در اینجا وارد میشه اوجا این است که زمانی که با قسط میپردازی تر قسطوار باید مبلغ این خانه پرداخته شود. به طور مثال یک خانه را 1,00,000 دلار میخره، پس برش میگه که 1,00,000 دلار برای ما تو در طول 5 سال در پنج قسط بپرداز. متوجه شدی؟ یعنی سالی 20,000 برای ما بده که 1,00,000 دلار ما در 5 سال در ظرف 5 سال تکمیل میشوه، تو مالک خانه میشی. خرابی که در اینجا میآیه این آدم اگر در طول 1 سال پرداخته نتانیست 20,000 دلار سری از جریمه چارج میشوه. این همی جریمه سود است. سود چرا گفته می شود؟ همان اضافه ای بدون عوض سود گفته می شود. اگر بگویی که در بدل مدت ای اضافه ای آمد، یکی جا خیانت کرد، گناهگار شد، اضافه ای در بدل مدت اینجا ای پرداخته می شود، این مزید بر او شرطی که تعیین کرده است به او شرط است. تو اگر بگویی در باب نسیه چرا اضافه ای را قبول کردی، او با توافق جانبین شد. اگر اینجا با توافق جانبینم صورت بگیره، شریعت اسلامی ای را ناروا میگه، نادرست. پس در خارج هم که خریداری میشه و این خانه ها به منظور به اصطلاح امرار معاش زندگی، علت مهم و اساسی این است که بر همین منوال های صورت میگیره که او بر خلاف اسلام عزیز است و راه های سودی هست، تکسه هایی که پرداخته می شود بر بالای از اونها، این تکسه ها خلاف شریعت است. یاد شما مانده باشه در قسمت بیمه ما و شما یک دو نشستی داشتیم که با اقسام های بیمه، انواع های بیمه، سر قلفی ها، این اختلاطاتی هست که قسمی ایجور شده هست که منافع برای صاحب پول از حدش بیشتر می آید و وقتی که از حدش بیشتر می آید به کدام آدرس می آید؟ به آدرس سود می آید. شریعت که منع کرده است علت مهم و اساسیش این هست. و اگر این دوست ها صورت های زیر براتان بیان بکنن مدلل و مشرح، باز بیان باز درد میکنین که در کجا این خرابی و نقصان هست که علت حرمت وارد شده. جزاکم الله خیرا.